این خودرو هایما 8S امروز توسط ایران خودرو در نمایشگاه خودرو تهران رو نمایی شد. قیمتش هنوز مشخص نیست. یک موتور 192 اسب بخاری داره که حجم 1.6 لیتری داره و از سیستم تزریق مستقیم سوخت استفاده میکنه. امیدوارم که با توجه به سیستم تزریق مستقیم سوخت که روی این خودرو هست دوچار مشکل نشه با بنزین ایران. حجم موتورش هم پایینه، 1.6 لیتر هست. ای کاش این خودروهای چینی موتورهای بزرگتری داشتن و قدرتمندتر. شاید اگر این خودرو 250 اسب بخار قدرت داشت میتونست خودروی خیلی بهتری باشه. طراحیش میشه گفت نسبت به خودروهای چینی بد نیست، ولی همچنان من خودروهای ژاپنی و کره‌ای رو کاملا ترجیح میدم. هنوز به نظرم چینی ها به پختگی طراحی نرسیدن و دارن بازی میکنن. خب این چراغ عقب خودرو هست. هر این چراغ عقب خودرو بد نیست. خب همونطور که میبینید دو خروجی اگزوز واقعی داره، مثل خودروهای چینی دیگه فیک نیست. یه نگاهی کنیم به داخل خودرو. این هم داخل خودرو هست. یک گیرباکس 6 سرعته اتوماتیک داره و صندلی های طرح چرم. قیمتش هنوز مشخص نیست. شایعه های بسیاری وجود داره که قیمت این خودرو حدود 800 میلیون تومان به بالا هست که متاسفانه قیمت بالاییه. قیمت این خودرو توی چین یه چیزی هولوش 500 تا 600 میلیون تومان به پول ما هست. ای کاش با همون قیمت میدادن توی بازار. خب محصول جدید ایران خودرو رو میبینین که امروز در نمایشگاه خودرو تهران رو نمایی شده. جاپای عقبش واقعا خوبه. حالا دیگه زیادم ایراد واقعا نگیریم، من با قد 1.80 کاملا فاصله دارم. صندلی جلو هم دیدین که جای مناسبی دارن. طرح صندلی ها هم به نظرم زیباست. ای کاش این خودرو رو به قیمت مناسبی میدادن و موتور بهتری داشت. موتور 1.6 با قدرت 192 شاید میتونست خیلی بهتر باشه. روی این خودرو موتورهای 1.6 با تزریق مستقیم سوخت و توربو با قدرت بالا معمولا تو ایران مشکل پیدا میکنن. ما موتور تالیسمان رو داشتیم که با بنزین ایران مشکل پیدا کرده بود. تقریبا حجم موتور و قدرتش شباهت زیادی داشت به این. امیدوارم این خودرو اون مشکلات رو پیدا نکنه. دقیقا رو پلتفرم همین خودرو بچه ها این خودرو رو ایران خودرو باز عرضه کرد. یه خودرو خانوادگی هست به اسم هایما 7X که در پخش مستقیم قبلی به اون اشاره کردیم. همون خودروه